عزیزان کاربر، در این درس میخوام راجع به چگونگی قرار دادن عکس درون متنتون صحبت کنم. کافیه اون جایی رو که میخواید عکس رو قرار بدید ابتدا کلیک کنید و انتخاب کنید جاش رو و سپس بر روی ایمیج این پایین فشار بدید. وارد فولدری میشید درون روت اصلی جملاتون به نام ایمیجز. درونش یه مقدار عکس به صورت پیشفرض قرار گرفته و دو تا فولدر که میتونید وارد فولدرها بشید و عکس ها رو انتخاب بکنید. اگه دوست ندارید میتونید آپ رو بزنید و بعد برید فولدر دیگری، عکس مورد دلخواهتون رو انتخاب کنید و بلافاصله میبینید که آدرسش رو اینجا مینویسه. همونجوری که حتما تا حالا حد زدید، میتونید از آدرس هایی که بر روی اینترنت وجود دارن برای عکس های مختلفی که دوست دارید از اون آدرس ها استفاده کنید و اینجا بذارینش و بعد انتخاب بکنید که چپ قرار بگیره یا راست اون جایی که انتخاب کردید. اگه اجازه بدید من رایت رو انتخاب میکنم. یک توضیح راجع به اون عکس اینجا بنویسید که به درد کسانی میخوره که نابینا هستند. عکستون رو نمیبینن ولی نوشته ای رو که اینجا مینویسید رو میتونن بخونن، در نتیجه میتونن متوجه بشن که عکس محتواش چی هست. در نتیجه اجازه بدید که من بنویسم براشون و بعد اینجا تایتل یا عنوانی رو برای عکس در نظر بگیرید که اگه اجازه بدید اینجا هم بنویسم که اگر کپشن رو انتخاب بکنم زیر عکسم درون اون سایتم اون اسمی رو که اینجا انتخاب کردم یا عنوان رو تایپش میکنه، مینویسدش. البته میتونستم عکسی رو هم آپلود بکنم به این فولدر و بر روی براوزر که بزنم میتونستم عکسم رو بهش نشون بدم و بیام بر روی استارت آپلود بزنم که مستلزم این است که اون فولدری که میخواید عکس رو آپلود بکنید پرمیشن کافی رو داشته باشه و اجازه داشته باشه که عکس بتونه واردش بشه، که البته راجع به پرمیشن ها درس مخصوصش رو آماده خواهم کرد. بلافاصله که انتخاب کردید کافیه بر روی اینسرت بزنید، میبینید که عکس اینجا قرار گرفت. کپشنش رو نمیبینید ولی اگر بر روی اپلای بزنید و بعد بریم توی صفحه اصلی ریلود بکنم میبینید که کپشن هم زیر عکس قرار گرفته و دیده میشه. امیدوارم که این درس هم به درتون خورده باشه.